احساسی داری میخواین الان تصادف کنی؟ تصادف یه بار کردیم دوباره برگشتیم نمیدونم چه بقیه تصادف چرا؟ نمیدونم یه سری پلان کم بوده انگار. امروز دیگه روز آخره دیگه، باید خدافظی کنیم با این کار. روزهای آخر چه احساسی داری معمولا؟ من همیشه خیلی خوشحالم روزهای آخر. چرا؟ بقیه که خیلی ناراحت میشن و اینا، من خیلی خوشحالم. یه سفری رو تموم میکنی میری آماده شی و سفر بعدی. کلا اصلا فکرم خیلی آدم احساسی نیستی. نه؟ نه نیستم. اصلا هیچی مهم نیست. مهم چرا؟ باید احساساتی نیستم خیلی. خیلی ناراحت شم یا خیلی خوشحال شم نیستم. حد وسطی رو نگم. یعنی فکر کنم شما اگه میرفتین تو برنامه آقای مدیری میپرسید تا عاشق شده میگفتین نه؟ آره. همگناه تموم شد، حتی دلتون برای همگناه تنگ نمیشه یا نشده؟ برای روزای فیلمبرداری شد؟ برای خود شخصیت روزای فیلمبرداری، کلا همکارا؟ برای همکارم خیلی دارم تنگ میشه. مرسی آرزو. همکاری با کی تو همگناه خیلی بیشتر لذت بخش بود و یه نقطه عطفی تو زندگی شما شد؟ قطعا آقای پرستویی، خیلی کیف داشت. خب و مصطفی کیایی. خیلی کیف داشت چون من با مصطفی، خب خیلی ساله با محسن و مصطفی دوست هستم، اگه کار نکرده مصطفی آرامشش خیلی آدم لذت میبره کار کردن باشون. آرامش خیلی، هیچ چیز دیگه ای اذیتت نمیکنه، انقدر زیاده حجم اون آرامشه. همگناه باعث شد که شما خیلی بیشتر پاپیولار بشین، الان مثلا تو خیابون بری مردم شما رو میشناسن دیگه، قبلا کسی شما رو زیاد نمیشناخت. ببخشید نه، اندازه همون موقع میشناسن، نمیدونم چه دلیلی داشت، شاید اونجا خیلی آرایش داشتم ولی کلن اصلا این شکلی هم. شاید خیلی قیافه خودم با تصویرم متفاوته، کلن اون شکل نیست که مردم مثلا همه بشناسن. اینه بیشتر آرایشگرا و اینایی که خیلی مثلا دقت میکنن و اینا میشناسن. رومان یه بازیگر که سالها سال جلوی دوربین فعالیت میکنه، اگر بخوای نکته کوچولو یاد بدی به کسایی که میخوان وارد این کار بشن؟ من باشم به کسایی که دوست دارن بازیگرشن میگم نکنید این کارو. اول تحقیق کنید، برید با بازیگرا حرف، با بازیگری که آنستلی میگن که چه اتفاقی برای روحشون و روانشون و مغزشون و جسمشون و اینا افتاده. میرم اول یه مطالعه میکنم، میبینم که آدمایی که الان نیستن، بودن و نیستن، یعنی دیگه فید شدن و اینا، حالشون چطوره. اونایی که اومدن یه دونه دو تا پنج تا فیلم بازی کردن دیگه نیستن کجان، اونایی که دارن سال هاست همچنان هم بازی میکنن حالشون چطوره و اصلا اون فضای چه بلایی سر آدم ها میاره. بعدش تصمیم میگیرم. من اگه به یعنی بچه ها به من میگن که با چه شکلی بازیگر شیم، میگم بیاین بشینم بشینین مختونو بزنم بازیگر نشید. من که واقعا خب شغلیه که بیرحمیش تو اینه که منتالی آدم ها اذیت میکنه دیگه. برین دیگه، خیلی ممنون. امیر حسین آماده؟